سلام، من فرید سعودی هستم، یکی از دوستای قدیمی امیر حسین مخصوم. امروز این کلیپ رو میخواییم با هم دیگه بسازیم، بدیم بیرون با کمک بچه ها که یه یاد و خاطره ای باشه از گذشته، و امیدوارم که امیر اینو ببینه و یه تجدید خاطره بشه از قدیم برای امیر. دوستی من و امیر فکر میکنم برسه به سالهای خیلی قبل، شاید قبل از اینکه امیر خوانندگی رو، شاید اوایلی بود که شروع کرد، چون من بچه ستخندان هستم، ارسپاران، امیرم خونهشون همونجا بود، کوچه شفاپه. ولی اوج رفاقتمون با امیر که با امیر آشنا شدیم و دوست شدیم از سال 83-84 توی باشگاه کاپ اونجا پیش اومد که با هم دیگه تمرین میکردیم و با هم دیگه ورزش میکردیم و خیلی روزای خوبی رو داشتیم و خیلی همه چی خوب و عالی بودش. و ما تو اون باشگاه، حالا امیر با اکیپی که میومد، با بچه هایی که میومدن، رو تعدادشون خیلی زیاد بود و خیلی هم همیشه امیر از صبح از ظهر میومدش تا غروب اونجا طول میکشید. سولاریوم بودش باشگاه، توش آرایشگاه داشتیم، آرایشگاه باشگاه دست شهاب مومنی بود و اونجا با هم دیگه تو باشگاه کار میکردیم. و یه روز امیر اومدش و گفتش که فرید، من میخوام موامو بزنم، آرایشگرت شهاب اوکیه؟ با اینا گفتم آره داداش، خیلی خوب. گفت رنگ و مش و اینا هم بلده؟ گفتم عالی، کارش پرفکته، حرف نداره. گفتش که اوکی، پس بیا بریم اونجا و چیز بکنیم و اینا. گفتم شهاب، این امیر رفیق من دیگه میشناسیش و اینا، میخواد موهاشو رنگ کنه، موهاشو میخواد رنگ کنه و گفت آقا حله، اوکیه. آقا امیر رو نشون دیم، امیر هم اون موقع موهای بلندش، اینه کلیپ میخواست بزنه با اردلان بود، تو به حرف من گوش کن، موهاش هم بلند بودش و اینا. موهای اولین تجربه رنگش، میگفتش که آه اصلا کارتون نباشه، من براتون رنگ میکنم، اصلا خوشگل و قشنگ و فلان و اینا. زد موهای شهاب و موهای امیر رو سبز کرد. موهای درست میگم، موهای امیر رو سبز کرد. و بعد دیگه شبش هم کلیپ داشتش و اینا، امیر باید حتما اون کلیپ ها رو میگرفتش و اینا دیگه. هیچی دیگه، دیگه از اونجا موکوتایی امیر از اون تایم شروع شدش. اون تایم شروع شد و یادش بخیر. نه میان سراغ بدنم آقا مومنی. ولی از اون به بعد دیگه کارش خوب شد. یعنی باگو در آوردیم. آره دیگه، دیگه الان رنگ میکنه واسه گوره خرید. بعد رنگ نمیکنه، رنگ کردن. بعد دیگه جاتون خالی دیگه. دیگه این شد که دیگه اصلا دیگه امیر موها رو زد و دیگه اصلا یعنی فل ودایش موهاشو کوتاه کرد، ولی اصلا قرار برای نبود موهاشو کوتاه کنه. امیر اون موقع یادتون باشه اصلا به موی بلندش معروف بود دیگه، امیر موی بلند داشتش و خیلی چیز بودش و اینا. بعد این رنگی شد دقیقاً، این رنگی. بابا زورو خونی سه تونی کرد. ایشالله که زودتر تمام مشکلات حل بشه، ایشالله که زودتر برگرده به جامعه، اتفاقای خوب براش بیفته. واقعا پسر خوشقلب و خوشدلیه، برای همه خوب میخواست، آره انرژیش مثبت بود. حالا ایشالله که میگم دیگه، این داستانا زودتر حل شه. چیزی خاصی هم نیستش، برای هر کسی توی زندگیش یه سری مشکلات پیش میاد که این مشکلات قابل حله و بلند مدت بعدن که این داستان پیش میاد اصلا همه اینا خاطره میشه. امیدوارم که این داستان هم زودتر تموم بشه. امیر عزیز، هر جا که هستی ایشالله که خوب و خوش باشی، برات بهترین ها رو آرزو میکنم. دورت بگردم. نه الان نباید خداحافظی کنی. خب آقا مومنی باید تو داستان. آقا سلام. سلام عرض شد، من شهاب مومنی هستم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب خب
یه محفلی داریم از بچه‌های قدیم با کلی خاطرهای خوب. از امیر که من فقط میتونم به خوبی یاد کنم و فرید تا یه جایشو درست گفت، من بهش حق میدم چون تو رو بردونی زیر سوال. چند سالی فکر کنم 10-12 سال فکر کنم بودم بشه. امیر از سال 83-84 اومد باشه. آره. 10-12 سال پیش من خب با فریدینا همکاری داشتم، البته من باشگاه کاب یا آرشگاه داشتم. خدمت شما عرض شد که دقیقاً همون سناریویی بود که فرید تعریف کرد و در سالن باز شد. یهو دیدم امیر تتلو با فرید سعودی اومدن توی سالن. اوایلی بود که امیر کاراش خوب، البته امیر خوب خیلی سال فعالیت میکنه، ولی خب اوایلی بود که کاراش از دبی تازه اومده بود ایران دیگه، از دبی تازه اومده بود ایران. فرید اومد در گوش من گفت که شما من هر چی که مثلا فرید گفته چیز امیر گفته اوکی، من گفتم اوکی، یا گفتم فرید من بابا من اصلا این کاره نیستم. چرا بعد گفت برو خدا بزرگه، خدا بزرگه، خدا بزرگه. اردلان هم بود یه روز با هم یه رنگی رو گذاشتیم که خیلی جذاب شد، یعنی اون رنگو الان کسی الان میده، الان آیلی گلیچ داره این کارو انجام میده. آیلی گلیچ، آیلی گلیچ کیه؟ آیلی بلیشه، آیلی بلیش بلیش آیلیش بلیش کنو دندون ایشتی هم دوجه نمی کنه این که دارم. آخه همه سننا بالاست به این نسل نمی کنه، من همین مایکل جکسون. خاطرات خیلی خوبی داشتیم با امیر و اینکه هیچ وقت فراموش نمیشه. امیر همیشه به من لطف داشته و اینو خب کسی که از طریق اینستاگرام منو دنبال میکردن شاهدش بودن. خیلی خیلی هممون خیلی خیلی دلتنگشیم و براش آرزو سلامتی میکنیم. من این چیز که... من واقعا اینجا رو که دارم میگم واقعیت دارم میگم، من واقعا مدیون امیرم توی این قسمت که به من اعتماد کرد. یکی از بهترین آهنگای امیر که خوابم نمیبره، چه موزیک، چه تنظیم امیر دیبا، قول معروف، حالا شعر، ملودی، همه چی که امیر به من اعتماد کرد، به من گفت فرید من یه بار این آهنگو گوش کردم با گیتار میزده شما، گفتم امیر من این آهنگو خیلی دوست دارم، گفتم که میتونم اینو برات کلیپش کنم و اینا، گفتش که بگی دست هر کاری که خاطراتی داشتیم سرمون. ببین همه کلیپ ها مثلا توی 24 ساعت تو 10 ساعت ساخته میشه، من این کلیپو چون اولین کارم بود اصلا بلد نبودم، 6 ماه طول کشید این کلیپ، رفتیم فیلم میگرفتیم، امیر میومد میگه حاجی اینجا چه این مشکل داره اصلا اینو نمیتونید. دو سه تا تصویر بردار، آره دو سه نفر مردن، دو سه نفر آره دیگه، مثلا انقدر پروژه چیزی بود، انقدر پروژه طولانی شد که دو سه نفر اصلا نه، ولی واقعا جدا از شوخی دو سه تا کست عوض شدن از بعد باری کردن. نه بابا من حالا فتمه حالا من موقتی میام میرم، ولی سر اون ویدیو یادم خونه همه جردن بود داره. هر روز فرید میاد با رسیدی. آره یه راست بذار یه چیز کن ببینیم اینجوریه، خدایی کار است، ولی واقعا دلش من بهش مدیونم بابت اینکه این اعتماد رو به من کردش. یکی از بهترین موزیکاش رو به من دادش که این موزیک رو من کلیپش بکنم. واقعا امیر دستت درد نکنه، انشالله بتونم یه روزی این محبت رو جبران بکنم. بگم دوستم داری بازم بگی بر بازم ببینم تو
موزیک نامبر وان بود، بازی فرید واقعا نامبر وان، سناریو بهترین سناریو بود. من فکر نمی کنم کسی گیریم رو کار خود گیریم خیلی سختی داشتیم کار لاتکس باید میذاشتم گیریم حالا دور از جون دور از جون سرعت برای هیچ کس پیش نیاد گیریم بخش انفورماتیک و اینترنت و آی تی میشه لطفا خود دقیقاً حالا میاریم تو کار الان اونجا خیلی مظلومانه داره رفتار میکنیم خوش. ما تک تک روزامون پر از خاطرهای خوب بود. حالا این بحث یک کلیپه، اتفاقای جالب، چقدر شبا نشستیم گپ زدیم، چقدر ناراحت شدیم، چقدر خندیدیم. ولی امیر مقصودلو و امیر تتلو، حالا اصطلاحا که میشه گفتش که اسم هنریشه امیر تتلو، همه اینو میگن، من جفتشو نام میبرم، به شخص من واقعا خیلی لطف داشت. من تمام اتفاقای خوبی که در عرصه آرشگری برام افتاد مطمئنن لطف امیر و خارج از اینم نبود. بله یه سری ها میگن آقا فعالیتت فلان هنرت، نه، بزرگترین سکوت پرتاب من بود. برات امیر همیشه آرزو موفقیت میکردیم و خواهیم کرد، امیدواریم که بهترین اتفاقا برای زندگی در آینده بیفته، امیدواریم که هر چی زودتر حال خوب به زندگی برگرده، چون تو میدونیم که لایق بهترین ها هستی. فرید سعودی، من تو چند تا مصاحبه هم که داشتم گفتم که فرید سعودی هم به من خیلی لطف داشته. این عکس این عکس البته مال اولش 12 سال پیشه. یه دفعه امیر به من زنگ زد، اول خودش تو جلو آینه کاراش انجام میداد، خراب که میشد زنگ میزد به من. یعنی من میدونستم که ساعت 5 بعد از ظهر میام پیشه، ساعت 4:45 این موزه رو برمی داشت تو دستش میگیره. زنگ زد به من گفتش که خراب شده، گفتم خب یه چیز جدید بهمون بگو، این کار همیشگیته. رفتم فرید دیدم، یادت میاد که من باشگاه تو سایزای موه فرید بود بلندتر بود نه اوایل نه، همین مثلا 6 7 سال پیش دیدم تا اینجا مو رو زده. ما ارون ندونم کاری برشیم چیکار کنیم، گفت موهام میخوام بلند باشه، کلا یه زور میگفت تو داستانمون. ما برشیم دور موهای امیر رو خالی کردیم، بعد خیلی هم ایده پرداز بود خودش، یعنی 99% اتفاقای خوبی که حالا توی بحث میکاپش و استایلش و این چیزا بود واقعا ایده های خودش بوده، ایده های شخصی خودش بود. آقا ما اینو از ندونم کاری زدیم که یه دست بشه، گفت دیگه دستش نزن. اونم خب این که دیگه نمیشه که اینجوری بری تو خیابون این بالا یه کوپه مو بغل سفید و فلان. آقا اینو بس و شاید باورتون نشه من تو این مچود تو این مصاحبه دارم باهاتون صحبت میکنم، مستند بود صحبت میکنم که مد که شد هیچی. ما هفته بعدش تو خیابون که میرفتیم میدیم همه دور ما خالی این بالا بسته شده است. بعد جالبش اینه که فرید تا رونالدو هم زد اینو. به خدا جدی بهتون میگم، یه از یه زمان بودن زیر ریش سبتاری جریان ساز بود. جدی واقعا ریش هم اگه باشه امیر مد کرد، تأثیر گذاری خیلی بالایی داشت، ولی واقعا دلمون تنگ شد. فقط برای آرزو موفقیت میکنم. تو میدونی که موفقیت تو زندگی های ما هم تاثیرگذار بود و ناراحتی تو هم قطعا تو زندگی ما تاثیر میذاشت و هیچ وقت دوست نداشتیم که خبر بد ازت بشنویم. من مطمئنم یه زندگی جدید یا امیر به سردی آغاز میکنم اصلا از قبلش هم موفق تره به لطف خدا، چون این آدم کاریزماتیکه، اصلا یه آدمی هستش که جدا از هر دوستی و رفاقت و تعارفی که مثلا بخوایم بکنیم، یه آدمیه که حرف میزنه، هر بزرگی داشت اصلا، حالا هر چی از انرژی هر چی که بخوای بگی و اینا آدم خفنیه. در کلش این مورد دیده کمک میکرد، همه رو به خودش جذب میکرد، اینجوری نبودش که مثلا کسی بخواد ازش بدش بیاد چیزی. نه یعنی از نزدیک اگه کسی که باش در ارتباط بودن واقعا حالا من شخص خودمو دارم میگم، همیشه به من لطف داشت، همیشه. من خاطراتی که دارم ازش، من حالا خدا میامرزه رفیقان شما رو فریدی کامل با دیتیل در جریان، من زمانی که پدرم فوت شد تنها کسی که 40 روز دست به موهاش نزد و به ریشش نزد، به هر صورت شما یه سلبریتی بودی، یه خواننده بودی، هزار تا کار میکردید اون 40 روز، فرید نگاه به موهاش نکرد تا روز 40، یعنی خدا شاید روز 41 به من زنگ زد که همون تو قالب طنزش که حالا میخواست رویاتو تغییر کنه و کلا اینا،
گفتش که مثلا میخوای یه سر به من بزنی. من یه سری بزرگ، من یه سری چیزای بزرگی ازش دیدم، یه سری خاطرات خاص ازش دارم. امیدوارم به زودی زود هم دیگه رو ببینیم، بازم دور هم بشینیم، بازم دور هم گپ بزنیم، کلی حال کنیم، کلی خوش بگذرونیم، میشه کلی سفر بریم با هم، چون مطمئنیم که تو لایق بهترین هست. این توی این چند سال اصلا گمه، اصلا چیز میشه این چند سال توی اون سال. امیدوارم که به این خاطراتی به پیوندی که اصلا دیگه تو ذهنمون هم نباشه، یادمون نباشه. میرسیم به پیمان. پیمان همیشه در این پشت رو میبینیم، همیشه پشت، همیشه پشت، ولی تمام کارا رو از اون پشت هم. مثلا به اون گفت بشین یه صحبتی بکنم، میگم همه استوریاش نگاه کن غلطه، همش یه بشکون، یعنی یکی گرفت. آخه من یه چیزایی دارم خود امیر نداره. فرید سوری این تصویر به یادگار میمونه. این یه صحبت خودمونیه. آره. این یه داستان خودمونیه. هر کسی هم که این تصویر رو میبینه بدونه که حالا من و شهاب و پیمان بچه‌هایی هستیم که از دوستای قدیمی امیر هستیم. هر جون که داریم صحبت میکنیم، این فقط این صحبت‌ها برای حال دل امیره که الان پلوی ما نیستش و مطمئنم به زودی زود میادش. حالا این صحبت‌ها صحبت‌های خودمونیه، خاطرات خودمونیه. جای خیلی هم خالیه. آره جای خیلی هم خالیه. تو این جنبه که ما همیشه صحبت می‌کردیم خیلی هم خالیه. خیلی هم بودن که امیر به سلام رسوندم ولی امروز نرسیدم بیان اینجا. شاید واسه مثلا حالا اگه پیمان مثلا کار رو انجام بده و اینا، شاید مثلا بیان یه چند روز دیگه یه ویدیو بگیرن. حالا نمیدونم، این هر موقع اینو دیدی دیگه گپی، آره یه گپی خودمونی بود دیگه. قربونت بشم، خیلی دوست دارم دورت بگردم. ایشالله که زودتر بیاییم ببینیم تو. بیای ببینیم اون دور هم باشیم. بیاییم آره ایشالله کلی حال کنیم. ایشالله دیگه چه زن مره داره من. خب بریم اجازه خب پیمان فروتن یه پسر خوش انرژی که حالا کسی که میگم امیر رو دنبال میکردن همیشه با من مرز و فروتن نه امیر زودتر بیا سالمون خوب نیست. خیلی بده که شما حالا اونایی که باش صمیمی‌ترن و رفت و آمد داشتن آهنگاشو گوش بدن، به یادش باشن ولی نزدیکش نباشن. این خیلی بده. عزیز آدم میگم باش خضافت خاطره داشته باشه، خاطرات خوب، ولی نزدیکش نباشن. این خاطره درست قشنگه ولی خیلی موقع تلخ میشه. ایشاره که امیر زودتر بیاد حال هممونو خوب کنه. حالتو خوب کنیم، تو بیای ما حالت خوب. نه اصلا اون بیاد حالا اول خوب بود. از اون اصلا دوباره ایشالله ماشالله بگو دیگه، تو بگو تو چی موزایی بگی همونو بگو. خدافزی کن من نه خدافزی کن ما وای وای چون بگو الهی فردا چم بمیشت از دارم به بگی امید آزادی بسید ایشالله ایشالله بگیرم دلم میخواد بگم دوستم داری بازم بگی بله بازم ببینم تو